جنگ گورکا در رأس حاکمیت آخوندی. رفسنجانی با استناد به شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات برای خوراندن جام زهر اتمی به ولی فقیه ارتجا خیز بر می دارد. رفسنجانی: مهم این است تا مثل زمان پایان جنگ اجماع جهانی دشمنان را به دوستی با ایران تبدیل کنیم. یک اقلیت افراطی رأی مردم را تزیینی می دانند. رفسنجانی بار دیگر شرایط نظام آخوندی را با دورانی که خمینی با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت زهر آتشبس را خورد مقایسه کرد و در مورد بن‌بست اتمی رژیم برای خامنه ای نسخه پذیرش قطعنامه ها و زهر خوردن را پیچید و گفت مهم تفهیم این موضوع به جهان است تا مثل زمان پایان جنگ اجماع دشمنان جهانی را به مسابقه دوستی با ایران تبدیل کنیم. رفسنجانی قبل از نمایش انتخابات هم در مورد بحران مرگبار اقتصادی و سایر بحران‌های رژیم گفته بود باید مثل زمان پایان جنگ بحران‌ها را با پذیرش قطعنامه‌ها و خروج از انزوا حل کنیم. وی که با جمعی از نمایندگان مجلس ارتجاع دیدار می‌کرد با حمله به سیاست‌های خامنه‌ای افزود باید با اغلای قوم در جهت رفع تردیدها کار کنیم تا گره ها باز شوند. رفسنجانی با استناد به شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات حرف ولی فقیه ارتجاع در روز انتخابات را که گفته بود رأی مردم حق الناس است به خودش یادآوری کرد و گفت این جمله فقط برای روز انتخابات نبود، به روزهای قبل از آن و بعد از آن هم مربوط می شود. رئیس تشخیص مصلحت نظام آخوندی با تاکید بر این که یک اقلیت افراطی رأی مردم را تزیینی می دانند به ولی فقیه ارتجاع گوشزد کرد که باید عواقب شکست مهندسی خود را بپذیرد و به توصیه های رفسنجانی تن بدهد. رفسنجانی در همین رابطه قانون اساسی رژیم را پیش کشید و گفت محور همه قوانین کشور قانون اساسی است و اگر فصل حقوق ملی آن را اجرا کنیم همه مردم راضی می شوند جز یک اقلیت افراطی که رأی مردم را تزیینی می دانند. ایجاد موانع توسط خامنه ای بر سر راه آخوند روحانی، یک رسانه باند مغلوب، 4 وزارتخانه کلیدی با نظر رهبری دچار تغییر و تحولات اساسی شدند تا دولت روحانی در آینده با چالش‌های بیشتری مواجه شود. یک رسانه باند مغلوب از موانعی که خامنه‌ای بر سر راه آخوند روحانی ایجاد می‌کند پرده برداشت و نوشت خامنه‌ای با حضور 4 تن در کابینه حسن روحانی مخالفت نموده است. بنا به گزارش سهام، خامنه‌ای نسبت به حضور یونسی و احمد مسجد جامعی در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف نام این افراد از لیست وزرا می شود. پس از آن دیدار، 4 گذشته حسن روحانی مجدداً برای اخذ تایید نهایی رهبری نسبت به تغییرات لیست کابینه به دیدار ایشان می رود و این بار مجدداً خامنه ای نسبت به 2 دیگر در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف جعفر توفیقی و علایی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع در کابینه می شوند که این دستور رهبری هم از سوی روحانی پذیرفته می شود. بنابر این گزارش توفیقی در زمان خاتمی وزیر علوم شده بود و حسین علایی از فرماندهان سپاه در دوران جنگ 8 و سابقه ریاست ستاد مشترک سپاه را داشته است. همچنین مشخص نیست دلیل مخالفت خامنه ای با وزارت یونسی از چه روی است. این رسانه حکومتی افزود به این ترتیب 4 وزارتخانه کلیدی دولت با نظر رهبری دچار تغییر و تحولات اساسی شدند تا دولت روحانی در آینده با چالش‌های بیشتری مواجه شود. اعتراض باند رفسنجانی در روزنامه جمهوری اسلامی به تعیین احمدی نژاد به عنوان سخنران نمایش روز قدس رژیم. چرا از روحانی برای سخنرانی دعوت نکرده اند؟
چرا از ناطق نوری برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت به عمل نیامد؟ آیا وقت آن فرا نرسیده که حضرات پیام انتخابات ریاست جمهوری را دریافت نمایند؟ از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی نزدیک به رفسنجانی نسبت به اینکه قرار است احمدی نژاد در نمایش قدس رژیم در آخرین جمعه ماه رمضان سخنرانی کند، به باند خامنه ای اعتراض کرد که چرا وی را به جای روحانی سخنران گذاشتند. این روزنامه حکومتی نوشت احمدی نژاد اولا قرار است اول هفته آینده ریاست جمهوری را به رئیس جمهور جدید تحویل بدهد و وجهی برای سخنرانی وی در روز قدس وجود ندارد. ثانیاً در هفته های پایانی عمر ریاست جمهوری احمدی نژاد وی بارها به سخنرانی و گفتگوی تلویزیونی پرداخته و در چندین مراسم تجلیل نیز سخنانی گفته است و با این همه تریبون چیزی کم ندارد که مسئولین ستاد روز قدس تهران هم می‌خواهند برای وی زمینه‌ای جهت سخنرانی فراهم نمایند. علاوه بر اینها اصولاً احمدی نژاد در زمینه روز قدس سخنی برای گفتن ندارد. کسی که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را سپری می نماید، کسی در جهان روی سخنان وی حسابی باز نمی کند. لذا با توجه به این نکات جای این سؤال باقی است که چرا مسئولین از آقای روحانی برای سخنرانی روز قدس دعوت نکردند؟ آقای روحانی خطیب توانایی است و به خوبی می تواند مسائل مربوط به فلسطین را تشریح نماید. علاوه بر این چرا از آقای ناطق نوری برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت به عمل نیامد؟ چرا باید تریبون روز قدس از وجود او محروم باشد؟ آیا وقت آن فرا نرسیده که حضرات پیام مردم را که به روشن‌ترین شکل در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اند دریافت نمایند؟